سلام برای مردم افغانستان. نامم ایران است، کانادا زندگی میکنم. یک سلام خاص برای همایون افغان. کوشش میکنم در لبخند بیارم. این غم گذشته نیست ماتم گذشته نیست با خنده ها دوباره هوا خوب می شود با خنده ها دوباره هوا خوب می شود ای دوست حال کوچه ما خوب می شود بگذار چند روز ای یا چند روز بگذار چند روز ای یا چند روز در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم خانه جای ماست کرونا دبیر ناست خانه جای ماست کرونا دبیر ناست خانه جای ماست کرونا دبیر ناست بر سفره فقیر نان و عسل شویم بین کتاب ها غرق غزل شویم بین کتاب ها غرق غزل شویم از آب شیر تر یک چای دم کنیم با کودکان خیش علم دلم کنیم با کودکان خیش علم دلم کنیم مانند گل به خاطر پروانه بمانیم مانند گل به خاطر پروانه بمانیم در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم خانه جای ماست کرونا دبیر ناست خانه جای ماست کرونا دبیر ناست کرونا دبیر ناست کرونا دبیر ناست همسایه گشنه است نان را تو نیم کنیم سیب و سرود خود را تو تقسیم کنیم سیب و سرود خود را تو تقسیم کنیم به حوصله مشو این سایه رفتنیست پشت دریچه ها فرداش گفتنیست پشت دریچه ها فرداش گفتنیست گنجشکه که خدا شده در لانه بمانیم گنجشکه که خدا شده در لانه بمانیم در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم خانه جای ماست کرونا دبیر ماست 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 ماست به نام خداوند یکتا دوستان عزیزم سلام امروز همچنان گذشت یک روز دیگه از عمر ما کم شد بیاین با هم فکر بکنیم امروز از زمانی که یعنی از زمانی که روشنی آمد تاریکی رفت ما بیدار شدیم تا امی لحظه زندگی خود چه کارا کردیم هر کاری که انجام دادیم به دو بخش تقسیم میکنیم کارهای مثبت کارهای منفی دو کار کار مثبت و کار منفی اگر کار مثبت ما زیاد سخت نبوده باشه فردا هم میشه این کار انجام بدیم
اگر کار منفی ما خیلی زشت بوده باشه، خیلی زشت بوده باشه، بازم یک رای پیدا میکنیم تا این کار کمتر انجام بتیم روزای دیگه و آرام آرام از بین ببریم و نابودش بکنیم. اگر خیر ما به انسان رسیده باشه، بدون شک که میگن صدقه جاری است و در روز آخرت به درد ما میخوره، این کار بیشتر انجام میتیم و دیگر آرام تشویق میکنیم. اگر کار بد انجام دادیم خب اونه بدون شک که تلاش میکنیم تا از بین بره. من یکان دفعه خدا گرفته نمیتونم وقت تو میگم بر برک باره باز یک وقت و تو پیش خود خجالت میشم که من آمده ایمان نصیحت های پدر رو نمیکنم مردم هم. با وجودی که شنوانده های من و بیننده های من اکثرا مردان خیلی بزرگ، زنان خیلی قوی هستن، من چی بیایم و اینجا کلام کاری بکنم. کلپک جالب را راستی شما دیدین، مهران جان بود، در کانادا زندگی میکنن، یک مادر خوب، یک پدر خوب دارن و خیلی زیاد توجه به اولادای خدا دارن و علاقمند خاص گزارش های ما است. اونا این کلپ ساختن توسط تلفن ریکارد کردن، پدرشان کدام ذره ایدت میفهمید فکر میکنم ایدت کردن و برای ما روان کردن، گفتن به خاطر که این بچه علاقمندت است و یک بچه ذکی و هوشیار و درس خوان و خیلی با ادب و با کرکتر است، به او خاطر اگر میخوایی میتونی که این ویدیو رو ببینی و شیر بکنی با دوستا. وقتی من ویدیو رو دیدم و مهران جان هم دیدم، باز علاقمند شدم که این ویدیو رو با شما دوستا همچنان شریک بسازم. بعض ویدیوهای دیگه همچنان از بعض دخترک ها و بچه‌ها هستن که در آینده ها میخوایم با شما دوستا شریک بسازم و شما همچنان بیننده باشین. امروز یک رقم بی‌مضمون مانده بودم، گفتم که امروز هیچ ویدیوی پیشکش حضورتان نمی‌کنم، مگر یک بار پیش خودت احساس کردم که ما وقتی که غذا می‌خوریم، سه وقت غذا می‌خوریم، یک وقت اگر غذا شوه با ذات یک رقم احساس خستگی می‌کنیم، احساس کم انرژی می‌کنیم، احساس می‌کنیم چیزی را ما گم کردیم. به او دلیل باز خودم همتون ناچار یا ناراحت بودم، گفتم که اگر ویدیو نسازیم خب باز خوب نمیشه، کار ما جالب نمیه. یک دقیقه شما صبر بکنید دوستان، من این گروپ را خاموش کنم، فکر میکنم که تصویر ما را خراب ساخت، بک لایت داد. بخنه غوانم طول دوستان نه و هیلمند یا مسی تر پای پوری در خبر لکس واو ری و غوانم سی تاسو هم شریک سی را سره و بازی خبری چی لمان پاتکی گی تاس را تو وای کلک در استونزی از ما خبرو که تاسو اگر استونزو پاکل دخپل نظر وای او حالی که را سره نو یوزای خب من نمی فهم کجا بود، اما سلسله گپ از من خطا خورد. در مورد کودک ها گفتم امروز یک کم گپ بزنیم، من نظریات خودم میگم، تجربه خود را از زندگی کودک ها در کابل خصوصا یا در تمام افغانستان تجربه خود شریک می سازم با شما و بعدا از شما خواهش میکنم که یک کم وقت را تلف بکنید، اما قسمه که شما روز گذشته فکر میکنم 1300 و چند کومنت نوشته کرده بودین که یک تعدادشان هم بیخی سرم گنگ شد، لایک کرده رفتم، باز از بس که دستم شخ می شد یا سرم گنگس می شد باز می ماندم لایک های شخ. امید می برم این بار همچنان پس از پایان امی صحبت های من شما نظرتان در مورد کودک های افغانستان بنویسین، در مورد این که ما چطور می تونیم کودک های خیلی خوب و ذکی و هوشیار داشته باشیم و در پیوند به امی گفته ها یا امی موضوع نظرتان در مورد کودک های افغانستان همچنان داشته باشین. من میخوایم بگویم براتون دوستا، من روانشناسی کودک خواندم، پنتون کابل فارغ شدیم، از این بخش لیسانس امی بخش هستم و از پنتونم کرده مهمتری که من همه روزه در شهر و بازار بودیم، خصوصا در 5 سال اخیر با کودک ها زیاد سر کار دارم. چرا کودکان ما زندگی ذلیل گونه دارن؟ چرا اطفال یا کودکان افغانستان به گونه زندگی می کنند که اینا مجبور هستند زنده باشند؟ اینا مجبور هستند که ضرب و شتم و
تنبیه خانواده را تحمل بکنن، حمل بکنن. کودکا مجبور هستند که توهین شدن و تحقیر شدن را جزء از زندگی خود قرار بدن. چرا؟ من در این باره میگم که یک زن وقتی که میخواه ازدواج کنه در افغانستان، ما اکثریت در نظر میگیریم، یک تعداد اهل فهم خانواده باروسوخ را کنار بانیم، اکثریت وقت در نظر میگیریم دخترها بیشتر در سن 13 الا 16 سالگی عروسی میکنن. 13 سالگی دختر که 12 تا 12 میشه بگیم، عروسی دخترک ها در افغانستان از سن 12 و 13 شروع میشه تا 16، اما زیادش 17 سالگی اکثریت، خصوصا در قرا و قصبات کرده هستن که اصلا خانواده ای که از نعمت سواد برخوردار نیستن. اینا دخترای خود در سن 12، 13، 14، 15، 16 و بعضایشان در سن 17 به عقد نکاح میتن و کوشش میکنن که عروس شوه و بالاخره بر خود زندگی بسازه. اینا به خاطر که سواد کافی ندارن، یکی سواد ندارن که بفهمن، درک بکنن که دختر ما انوز خورده است، انوز چیز از رابطه مشترک نمیفهمن، انوز از خانداری یا طفلداری چیز نمیفهمن، انوز گپ زنای افغانستان از سیالی و شریکی چیز نمیفهمن، انوز از مرده و زنده و رفت آمد چیز آگاه نیستن، هنوز در رابطه به بعض موضوعات دیگی که مربوط میشه به دو شخص از دو موارد درست نمیفهمن، میفهمن و اینه نمیفهمن که اینمی نکات را که من یادآوری کردم، وقتی اینمی چیزا را دخترک نفهمه زندگی از این به بحران میره، هر رو لط میخوره، گوشش بریده میشه، بینیش بریده میشه، با بک زده میشه، خون میشه، سرش ها به جوش مندازن، حتی در طویله خانه حیوانات ایره همراه گاو و گوسفند شوهرش یا خسرش یا خوشویش اونجا بندیش میکنه، زنجیر پیچش میکنه. اینی عوامل یا اینی گپایی که رخ میده، اینی موضوعات را پدر و مادر پیش از اینکه دختر خود به نکاح بده در افغانستان درک نمیکنن. یک ادیشن کلشان نمیگم کس خفه نشن، نمیفهمن. درست است وقتی که دخترشان رفت باز مورد ضرب و شتم و این قسم اذیت و آزار قرار گرفت، باز او وقتی که در سر خود میزنن که چرا یا دخترشان خودکشی میکنه یا سر خود تیل میندازه یا خود غرغره میکنه یا یک دوای عجیب میخوره یا از یک جای بالا خود میندازه، یک کار میکنه بالاخره به خود ضرر میرسونه این دخترک. و ناگفته نمونه دخترکی که در سن 13 سالگی فکر بکنین عروسی میکنه، ای تا سن 13، 14، 15، 16، 17، 18 تا 18 سالگی پشت در پشت پشت در پشت در افغانستانی رواج نیست که با شما وقفه بگیرین حداقل یک سال دو سال بعد از اون طفل دیگه تصمیم بگیرین بیارین. در افغانستان همی است که بعض نکات خیلی مهم است که یادآوری کردنش برای من درست نیست فکر میکنم، اما در این اواخر توابت و دکترا و زنایی که پشت خانه به خانه میگرده برای مادرها و برای خانمایی که عروسی کردن، برای از اینا یاد میته، آگاهی دهی میکنن که شما فاصله ها ایجاد بکنین بین اولادایتان تا یک طفلتان اندک بزرگتر شوه بعد از اون طفل دیگه به دنیا بیارین شما، و راهکارهایشان و یا روشهایشان به گونه آسان برشان میگن. اما مردم افغانستان قسم نمی کنه. از سن 13 سالگی تا سن 18 سالگی حساب کردیم که 5 فرزند میاره. یک دختره که 18 ساله 5 اولاد داره. اگر یگان تایش دو اولاد و دوگانگی و سیگانگی باشه، خب فکر بکنین که 8 9 اولاد میشه از این. در حالی که در خارج از افغانستان یا در بین خانواده هایی که یک اندازه روشن فکر هستن، در بین خانواده هایی که میفهمن که دخترشان چه زمان باید عروسی بکنه، خودش باید تحصیل بکنه، درس بکنه، از نگاه عقلی و هوشی و روانی و ذکاوت باید به سطح بلندی برسه، به اوج برسه، بعد از خودش تصمیم میگیره که با کی عروسی بکنه، در چه سنسان عروسی بکنه. باز او خودش حتی این دختر میفهمه که چند اولاد بره، میتونه با شوهر چنه بزنن در بعض مسائل زندگی، مثلا بگه که یک اولاد بس است یا دو اولاد یا 5 سال بعد یا 6 سال بعد صاحب اولاد میشیم. یعنی که فور زنا میشه که استدلال بکنه دخترها. اما در افغانستان ما بیچاره که این مرد که هر چیز گفت
او زن دیگه صلاحیت نداره گپ بزنه، او زن جرأت حرف زدن نداره. اگر نه خوشو از اون طرف بوکسش میکنه، خسر از دیگه طرف بوکسش میکنه، این مردکه خود گاه دان تا پاره میکنه. باکتری که تو در مقابل پدر و مادر مگب زدی، این است وضعیت در بعض خانه ها. فکر بکنین که دخترک 13 ساله ازدواج کرد، این را گرفتن، میفهمین باز چی میکنن؟ دخترک 13 ساله را میتن برای یک مرد 50 ساله یک دیرادشانه، یا در بد یا در قمار، یا ای که پول دار است اون نفر بسیار جاد در مقابل پول میتن، و یا بعض موضوعات دیگه که شاید تا هنوز من نفهم، و یا ایست که دخترک 13 ساله را میتن در عقد نکاح با یک بچه که 15 ساله است. او بچه هم یا بی سواد است یا مکتب میخواند صنف 8 و 9 است. اکثرا مکتب نمیخواند، صنف 8 و 9 است. یک دختره که هیچ سواد نداره، یک بچه که صنف 8 و 9 است، او را میچ بگیرین شما. این دو نفر با هم وقتی یک جا شد، اینا برداشتشان میفهمین از زندگی چیست؟ از خانواده بچه ای است که ما یک عروس بریم در خانه ما که کار خانه ما سبک شود، دست خوشو سبک شود. یکی از هدف عروس آوردنی است. گپ دومی که من صاحب نواسه شوم، دوست دارن بسیار زیاد که نواسه دار شوم، درست؟ و گپ سومی که اینا میخواین که باید عروس در خانهشان بیاید، فکر بکنین که کالا ششتن، دیگ و کاسه کردن، جمع و جارو کردن، اما چیزایی که بسیار زیاد رواج است در کل کار خانه، اینی موضوعات باعث میشه که این خوشو میخواید، این خسر میخواید که باید ما صاحب عروس شویم. در افغانستان خوشو و خسر در حالی که سن خود باختن یک ادیشان، اما بازم کوشش میکنن که حکم روایی بکنن سر عروس خود. یعنی فکر بکنید تمام شوق و ذوق و آرزوی خود را در زمانی که جوان بوده ای خسر و خشوع و پایان رسانده، حالا آمده دخترک و بچهک که تازه عروسی کرده، اینا را اجازه نمیده که بخواست خود عاشقانه از عروسی بکنن، عاشقانه از زندگی یکی دیگه خود لذت ببرن. من دارم در خانواده‌های خیلی نزدیک ما حتی هست، وقتی که خانم یا سنو میخواه یک جای بره، خسر بچه را محکم میگیره یا دخترک را محکم میگیره، این نواسه ما نبری که باز مریضش میسازی، نواسه ما نبری که از کدام بام یا برنده نفته، نواسه ما نبری که در آب جوش یا برق نگیریش. این گپا هنوز هم جریان داره در بین خود کابل ما، ولایت دوردست، ولسوالی دوردست، خب یکی در جایش بانه، در بین خود کابل هم هست رواج هست این موضوعات. از سلسله صحبت ها خطا نخوریم، دخترک و بچگک که سواد درست ندارن یا بیخی بی سواد هستن ازدواج میکنن، سای فرزند میشن. وقتی خودش سواد نداشته باشه چطور میفهمه که فرزند به دنیا آمد؟ پس از او باید وقفه بگیریم. اگر وقفه نگیریم، از نگاه عمی فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم فراموش میشدن، وقتی یک طفل به دنیا میایه، تا که طفل به موسن دو سال و چند ماه شیر نخوره، باز درست حتمن بوده نمیتونه، از امو زکاوت و اوشاری و از نگاه بادی و از نگاه فیزیکی ای بچگک حتمن بگونه درستش بوده نمیتونه. یعنی فکر میکنم میگن که دو سال و چند ماه باید یک طفل شیر بخوره، اما در شیر ازی یک کس دیگه میایه، وقتی به دنیا میایه آجل پدر و مادر اطرام نیست که اونا تصمیم بگیرن بگن یک طفل دیگه باشه. خدایی وقتی دیدین در اکثر مصاحبه ها من پرسانش رو میکنم که خودت میخوایی که چند اولاد داشته باشه، هرچی که خدا داد خداوند خودت یک وسیله ساخته، خودت خداوند وسیله ساخته، خداوند گفته علم بیاموزین. شما وقتی علم آموختین، شما این موضوعات را خودتان میتونین درک بکنین. وقتی علم وجود نداشته باشه، دانش وجود نداشته باشه، یا سواد وجود نداشته باشه، مطالعه وجود نداشته باشه، کسی برشان نگفته باشه، آگاهی دهی نکرده باشه، خب اونم گفت پس می چیز خدا داد؟ ای به این معناست که مدرسه با میدم در مرایم کوچه میه چیز خدا کرد؟ خب بدون شک معلوم است که من در زمین مفتم و
وقتی که میگم چند اولاد میخوای داشته باشی چیز خدا داد، تو بدون شک وقتی خودت تعامل نداشته باشی، خودت فکر نکنی، به می شکل پیش بری، از زمانی که ازدواج کردی، از روز اول ازدواجت تا سن 50 و 60 سالگی رت چیز خداوند داشت، نیروی فیزیکی و جسمانیت خوب بود، دیگه طفل آورده میدی خودت. او خانم بیچاره تکه و پارچه میکنین از بس که نارام خوابی میکنه، از طرف شب و طفلک آرام میسازه، مریضی هایش ببینین شما، این زمان بارداری هایش ببینین شما، این که چقدر انرژی خود از دست میده این خانم بیچاره. اما تو راست که زنای افغانستان اول میبینه یک دختر جوان، یک دختر که خیلی مقبول، یک دختر که کاکه شیک، اما زمانی که یک طفل به دنیا آورد خیر، دو تا سه تا که به دنیا آورد، نه دخترک جوان، خالگک میشه، خاله کشال، نه دامنش کشال، چادرش این طرف کشال، مویا یک رقم، بیچاره بیتی گنس میبینه اینو تو بیچاره معتادا واره، یا از بس که نارام خوابی میکنه و طفلک ها زیاد اذیتش میکنه، یکی از دامنش گرفته، یکی از دستش گرفته، یکی در بغلش از یک دو تایشان دموجه خب از دو سه تایشان بیرون رفتن، هیچ خبر نداره که کم آواز، یعنی سرد سرخان وقتی نام میکنن یک دو تا طفلش کم میباشه، هنوز هم نمیفهمه که باش که فلانی نیست و فلانی نیست، هیچ حتی آگاه نمیشن. اینه مطور است که دخترک ایواز از این که بسر آواز خود برسه، خود همتون مثل که دختر جوان بود شیک و کاکا و بانکه نگاه بکنه، اونمو وقت خوده وقت تلف اولادای خود میکنه، وقف اولادای خود میکنه، به خود نمیرسه، باز این مردکه میره دیگه زن میگیره، بخاطر چی که ولی زنم کونه شده، این زنم دیگه باتو چیرش، بخاطر او بیچاره به خود رسیده نمیتونه خدا بسازه، به سر آواز خود برسه، این سر از یک زن دیگه میگیره، وقت زن دیگه گرفتی بیچاره ناامید میشه و ایجام خو مرد سالاری خلاص دیگه ناامید میشه، فقط تمام زندگیشون ما اولادکایش از بس. ما به عنوان یک مرد و به عنوان یک کس که یک چند کتاب مطالعه کردیم در این رابطه، در رابطه به روانشناسی اجتماعی، به بعض موضوعاتی که مربوط به روان خانواده، زن و شوهر و کودکا میشه، اندک من میفهمم به این معناست که چه میگفتم با سلسله صحبت های ما نقص کنن، از هم یک قدر میدانم که وقتی یک زن بدانه که شوهرش متوجهش نیست، زن متوجهش نیست، باز من یک مثال میشه بودم براتان. من یک ویدیو را دیدم یک چند سال پیشتر، یک ویدیو را دیدم که امی فیلمای که بچه ها رقص میکنند در محفل مردانه با لباس های زنان ها میپوشند، میشه بگویم که محفل بچه بازی. همون تو یک ویدیو را دیدیم، خواهم کسایی که در ویدیو هم بود در مو چهار دو بر همون جاشت را بودن در تلفون فکر میکنم میدیمی را، امی کسی که خب هر کس بر خود بچه داره دیگه، در بعض محافل ها که میرن باز بر خود بچه نگاه میکنن، این فرهنگ دیگه شما اون خبر دارین، باز امی کسی که به اصطلاح رئیس از امی بچه بود و یا جزگر از امی بچه بود، ایج ششته بود ای بچه میرخصید، ای بچه وقت میرخصید ای هم چکچک میزد برش، بسیار هم تو چکچک با هم چشمای خود فکر میکردی که او بچه را میخوره، هم چشمایش اینم تو مانده بود طرفش، اینم تو مانده بود چشمایش طرفش و چکچک میکرد طرف از این بچه میدید و این بچه هم باز میامد طرف از این دیگه هم تو غنبرک میزد کج و کور میکرد خدا. من گفتم که این چی مانا داره که دو چشم از این جیزگرش طرف از این بچه هست، این چی مانا میتر؟ گفت میفهمی ای به این معناست که به او بچه نیرو ببخشه، قوت ببخشه، او بچه را بگوید که تو با ما هستی، من با تو هستم، یعنی تشویق شد به او بچه بفهمه که این همه قسمه که ای رقص میکنه، بازی میکنه، اکشن هایی یا اکت هایی که انجام میده، این همی طرف توجه کس هست که مرا نگاه کرده، طرف توجه همه جزگر ما قرار گرفته، یعنی قوت بگیره، نیرو بگیره، نیرو ببخشه. حالا من این مثال هم میتونم که هر قدر که یک شوهر احترام میکنه به خانم، هر قدر که متوجه خانم میباشه، از هر نگاه
متوجه خانم می باشه، او خانم هم نیرو می گیره. او خانم احساس می کنه، احساس می کنه که بعد از خدا میگه اینمی شوهر است. به خاطر که ببینیم چقدر متوجه ما هستی شوهر. وقتی احساس می کنه هر آن چیزی که در توان داره، هر آن آرزویی که شوهر داره، هر آن چیزی که در توان خانم است کوشش میکنه به خاطر خوش ساختن زندگی مشترکشان انجام بدن. از هیچ چیز دریغ نمیکنه. مثلا بعض عروسا یا بعض دخترها وقت عروسی میکنه میره به طرف خانه شوهر، وقت خانه مادر خود میایه یا از ما بود یکی از دوستا میرفتم، وقت خانه مادر خود میرفت، تازه عروسی کرده بود، دوباره پس تماس میگرفت میگفت زودتر بیا من را پس ببر، یعنی میگفت پس به خانه شوهرش بره. اینقدر هوایش داشت تو مرد زندگیش که تو از پدر و مادرش هم که همراه شوهر خود راحت بودی، میگفت نه خیر موجه نهی باشم، من میخواییم در خانه خودم باشم. همین شکل هر قدری که خانه متوجه شوهر میشه، هر قدری که متوجهش میباشه، بعض اوقات بعض مردا فکر میکنه که خانم شاید سر شوهر شک داره یا شاید باور و اعتماد نداره سر شوهر خود، که از هر لحظه آگاه است، از پوشاکش آگاه است، از موی جور کردنش آگاه است، از عطر که استفاده میکنه آگاه است و به پسند خانمش است و تمامش خانمش انتخاب میکنه. این به این معنا نیست که مرد از او خانم میترسه، این به این معنا است که خانم آنقدر دوست داره شوهر خود که هیچ لحظه ای نمیخواه که در اختیارش نباشه. پس وقت دو موضوع را از هر دو جنا یادآوری کردم، اقسم یک موضوع باشه بین خانم و شوهر، هیچ وقت مشکل به وجود نمیاد. این موضوع در خانواده یا در بین بچه و دختر باسواد به وجود میاد، اما بیسواد وقت ازدواج میکنه کورکارانه طفلک های زیاد به دنیا میاره، طفلک هایشان اونم قسم بزرگ میشه، پدر و مادرش که سواد نداشت اونا هم بی سواد بار میان و سبار از اونا هم ازدواج میکنن، اونا هم اینمو تو 10 تا 20 تا 30 تا هر قدر که طفل به دنیا میارن اینمو قسم پیش میگن. حالا آمدیم سر یک موضوع دیگه. وقت دختر و بچه ازدواج میکنن تا سن 18 سالگی دخترک صاحب 5 اولاد میشه، یک یا دو نفر هم پدر و مادر، 5 و 2 7، 7 نفر در افغانستان سیر کردنش کار سخت است. 7 نفر ده هر وقت 3 وقت نان میخوریم، ده هر وقت 7 دانه نان میخورن، 3 7 21، روز 21 دانه نان خشک تنها اینا مصرف دارن. دیگه قطف و کالا، سرجور کردن، لیف، صابون، شامپو، حتی ناخونگیر، اینی گپارا خوبی که در جایش بان. روزی 21 دانه نان باید یا بخورن. اینا نه افغانستان هم قسم است، من خود دو دانه نان میخورم در وقت. فکر بکنید پدر و مادر اگر دو دانه این نان بخوره یعنی 25 24 دانه نان میشه، درست است؟ حالا فکر بکنید 21 دانه نان ما 210 افغانی میشه، روز 210 افغانی که برابر میشه به یک ماهش 6000 و روزانه 10 افغانی شما حساب بکنین چقدر میشه؟ 100 300 می ماه 6300 افغانی اگر اشتباه نکنم تنها نان خشکی ها میخورن. اینه می خانواده ماه 6300 افغانی تنها نان خشک میخورن، چیز کم 100 دلار، حدود 80 دلار یا نان میخورن در افغانستان. چقدر قطع خزی ها میشه، یک میمانداری از چی کم میشه، سیالی شریکی از چی کم میشه، طفلک وقتی که به دنیا میه او چقدر مصرف داره، چقدر تنها روغن دنبه و مسکه و تخم و چیزا و چیزا بر مریض میگیرن. این که بر تفلک که سریلاک شد و که نه رسیده تو خانواده سریلاک چیزا رواج هم نیست. بس یکی از چالش هایی که تفلک ها درست بار نمیاره امی است که پدر و مادر سواد کافی ندارن، تفل به دنیا میرن، تفلک ها در یک شرایط قرار میگیره که در او خانواده نظام اقتصادی رو به بحران است، رو به کاهش است و پدر و مادر مجبور میسازه طفلک خود که اینه قگکان باشه، خورترکان باشه، دست پای دست راست چپ خود بفهمه، یکیش پلاستیک فروشی میکنه، یکیش بوت رنگ میکنه، یکیش گداییگری میکنه، یکیش
خدای ناخواسته شاید دزدی بکنند، اگر پیسه که نبود تمیر که مجبورش میسادند. بعضی کسایی را که من مصاحبه کردم شما دیدین که گفتن که مروز 1000 مرا گفته بیاری، او بچه یک که تخمای خود را چپه کردیدین و مرا گفته که روز 1000 باید بیاری، او نمو است. پس مشکل کودکای ما از چند نکته را که ما یادآوری کردم از ابتدای ازدواج تا این قسمت دیگه را که تفلک کلان میشه، عوامل چند عامل شمی است که ما یادآور شدم. بعض عوامل دیگه هم وجود دارن که در روزهای بعدی ما هم یادآور میشم، انشاءالله روی از این صحبت میکنیم. و از شما خواهش میکنم که اگر ویدیویی دارین در این مورد، هر کس 3 دقیقه الی 4 دقیقه صحبت بکنه در این مورد گپ بزنم، میشه که از این طریق به دست نشر بسپاریم و نکات خیلی جالب را یادآوری بکنم. و کسایی که در کامنت ها می نویسن بر ما یادآور میشن، از اونا همچنان تشکر میکنم. دوستان عزیز، به این بهانه صحبت ها روی تفلک ها و اندک روی رابطه زناشویی و یا محبتی که بین خانواده یا زندگی مشترک به وجود میاد، من منحیص یک کارشناس نیستم، یک استاد نیستم، یک عالم نیستم، یک جوان هستم که از ذهن یا از امو اندیشه و اندوخته های خود آنچه که داشتم در امی مورد نظریم بود با شما شریک ساختم. فقط اما قدر که نگوین که آمده جناب کارشناس ارشد در این مورد نظریات خود را شریک ساخت. صرف من حیث یک جوان آمدم نظریات خود را شریک ساختم. ما با اینمون یک انگیزه زندگی خود را پیش بردیم. تشکر خواهرات شما، تشکر برادرات شما، تشکر طفلک های نازنین از شما. همچنان خدافظ.